درآمد نوا از مجموعه اجرای ستار به نام کنسرت ایتالیا یا قافله سالار اجرا شده توسط استاد محمد رضا لطفی. این پروژه به سفارش و هزینه شخصی جناب آقای امید گنجی نوازنده ستار در بیرجند انجام میشه و در اینجا جا داره از ایشون به عنوان حمایت کننده این کار فرهنگی تقدیر بشه. ایشان اجازه دادند که این پروژه رو به صورت عمومی منتشر کنیم تا همگان بتونن استفاده کنن. همزمان این قطعات نوت نویسی میشه و در وبسایت آموزشگاه قرار میگیره. آغاز این پروژه در سال روز از دست دادن این استاد گرانمایه هست، ضمن تجلیل از مقام اون بزرگ مرد موسیقی. قابل گفتن هست که در مورد زندگی ایشون در ویدیویی به نام سپیده که اثر سپیده اجرا شده بود توضیحات کامل داده شده. این اجرا در ایتالیا و در سال 1364 خورشیدی صورت گرفته، در دو بخش به صورت تار باز پنجگاه و ستار دستگاه نوا و به صورت آلبومی به نام قافله سالار توسط ساز نوروز نشر شده. در مورد این اجرا چند نکته قابل ذکر هست. یکی این که در این اجرا هم به مانند بیشتر اجراهای استاد محمد رضا لطفی با ستار مضراب فلزی به کار رفته. این مضراب فلزی با دقت و درایت ایشون تنظیم می شده به طوری که صدادهی اون بسیار به ناخون شبیه باشه. آقای لطفی به دلیل اینکه ناخونشون به سمت پایین رشد می کرد مجبور بودن از مضراب فلزی استفاده کنه و وسواس بسیار زیادی در تنظیم این مضراب فلزی به کار می بردن. جنس یا نحوه شکل دادن به این مضراب فلزی بسیار دقیق صورت می گرفته. آقای کوشا میرزایی نوازنده ستار و از شاگردان ایشون به من گفتن وقتی یک بار استاد مضراب فلزی خودشون رو نیاورده بودن و میخواستن ساز بزنن، وقتی من مضراب فلزی رو دادم که ایشون استفاده کنن دیدن و بررسی کردن و گفتن با این نمیشه. این دقت باعث شده که در اجراها زیاد فکر نکنیم که مضراب فلزی به کار رفته، چون مضراب فلزی خوبی که داره اینه که صدا بسیار شفاف و بسیار لطیف خواهد بود چون فلز به فلز برخورد میکنه. اما موقعی که میخواییم ریزها رو اجرا کنیم یک صدای خیلی واضحی بیرون میزنه و ریزها خیلی خودشون رو نشون میدن که در اکثر اجراهای ستار توسط استادانی که از مضراب فلزی استفاده میکنن این حالت رو میبینیم، اما در اجراهای استاد لطفی این حالت دیده نمیشه و ریزها به لطیفی ناخون هست. نکته بعد استفاده از ستار کاسه بزرگ که معمولا از ساخته های استاد مهدی کمالیان هست در این اجرا استفاده شده و این کاسه بزرگ باعث شده که صدا بمتر و نرمتر باشه. میدونیم که ستار به سه حالت ساخته میشه، ستارهای کاسه کوچیک، ستارهای کاسه بزرگ و ستاره کاسه متوسط. این طبقه بندی بر اساس حجم کاسه هست. هرچی حجم کاسه کوچکتر باشه صدا شفافتر و زنگدارتر خواهد بود و البته خیلی موقع ها حجم صدا بیشتر هست. بیشتر این ستاره کاسه کوچک توسط استاد هاشمی ساخته می شد. ستاره کاسه متوسط که بیشتر در اجراهایی که استاد حسین علیزاده از اون استفاده میکنن کاربرد داره، از صدای نرمتر نسبت به ستارهای کاسه کوچک برخوردار هست و یه مقدار بمتر صدا میده. اما ستارهای کاسه بزرگ که در بیشتر اجراهای استاد لطفی استفاده شده صدای بسیار بم و نرمتری ایجاد میکنه. این که میگیم صدای بم به معنی این نیست که صدای ساز واقعا بم باشه. هارمونیک ها یا هماهنگ های بم صدا یعنی از 200 هرتز به پایین بیشتر تقویت میشه در این حجم کاسه و در اصطلاح عامیانه میگیم صدا بمتره.
نکته دیگه در این اجرا سادگی و روانی جملات هست. استفاده از انگاره‌های ردیف در این اجرا بسیار دیده میشه و استاد لطفی با دقت دگرسازی‌هایی رو بر روی تم‌های اصلی ردیف ایجاد میکنه که کار رو بسیار شنیدنی کرده. همچنین نکته بسیار مهم در این اجرا زمانبندی‌های دقیق و مناسب هست. میزان توقف روی نوت‌های مختلف به اندازه و با دقت باعث شده که این اجرا بسیار اجرای غنی و زیبا جلوه کنه. خیلی موقع ها هنرجویان از من سوال میکنن که چطور این قطعه به این سادگی رو ما وقتی اجرا میکنیم به اون خوبی صدا نمیده. دقیقا همین مسئله هست و زمان بندی، اجرای حالتها، استفاده بجا از تکسیم نواختن در ستار و پرسیم نواختن در ستار اهمیت به سزایی در پختگی یک اجرا داره. استاد لطفی همچنین در این اجرا به دقت از پرسیم یا تکسیم استفاده کردن و ساختار جمله هایی که استفاده شده بسیار دقیق و جمله ها بسیار شیوا کنار هم چیده شدن و یک اجرای بسیار خوب رو رقم زدن. در این اجرا کوک ستار به مانند اجرای استاد لطفی دو فا دو کوک شده و سیم اول در دیاپازون لا دیز یا سی بمول در نظر گرفته شده. علامت مایه نما یا سرکلید سی بمول، می بمول، لا بمول و ری کرون هست. از دانگ های سول، لا کرون، سی بمول، دو که یک دانگ شور هست استفاده شده و همچنین دانگ شور دو ری کرون می بمول فا و بعد دانگ دشتی فا سول لا بمول سی بمول. از دانگ اول تنها نوت سی بمول و دو استفاده شده و از دانگ آخر نوت سی بمول استفاده نشده. ابتدا یک دور وزخوانی میکنیم. میره میره می ری داره می فا میره دو بم فا وزخوانی فا فا بم می می ری می ری می فا بم فا بم فاز فا میرد فا 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 می فا بم سا فا می فا می فا می فا 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 بم فا می ری می ری می ری می ری می رد ری می میره دو ری دو ری دو ری دو ری دو فا می میره ری دو دو ری 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 فا با سول می فا می فا اس فا می فا فا با سول می فا می فا می فا اس فا می فا فا ری می ری می ری می 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 فا فا می بم می ری دو ری دو ری دو ری دو ری دو بم می ف می ری دو ری دو ری دو دو ری فا بم سی دو ام دو ری ری می می فا فا سو می فاس می فاس می فاس می فاس می فاس می فاس فا فا همونطور که دیدیم تأکیدها روی نوت فا شکل میگیره و همین دلیل بهش نوای فا گفته میشه. جمله آغازین به این شکل پرسیم ادا میشه. می ره می معمولا ما روی نوت می بمول در دستگاه نوا به سمت می کرون با پژواک یا اشاره این صدا رو ایجاد میکنیم یا اشاره و در نوت نویسی اون رو با علامت پژواک که به صورت یک
خط شکسته زیگزگ هست نمایش میدیم و بدون اینکه از می بمول به فا اشارهات صورت نمیگیره زیر اون علامت بمول کرون می نویسیم به معنی اینکه فا رو یک بار بمول کنیم و یک بار کرون کنیم بنابراین به می کرون اشاره میشه. در تکیه ها هم به همیشه که از زیر تکیه بمول کرون نوشت به این معنی که می بمول به می کرون اشاره بشه. می ره می ره می که ره می باز می بینیم پشواک وجود داره ره دو ره می فا راست شد راست شد تکریز تکریز های استاد لطفی معمولا به شکلی هست که تک وقت زده میشه ریزمون از چپ میاد و یک حالت دوراب چپ ایجاد میکنه. دقت کنید انگار فا یه تک خورد یه چپ راست چپ زده میشه و بعد روی نوت بعدی که حالا میخواد زده بشه یه راست زده میشه و یه حالت دوراب چپ صدا میده. ری دو ره می فا می ره می رو میتونیم یک لحظه خفه بکنیم فا می ره و ره اشاره به دو میده. یه بند میزنیم یه از فا انگشت دوم فا از فا می فا اینجا البته ره می کوتاه‌تر خواهیم بود فا از فا می فا فا و ببینید استفاده از واخون‌ها در این اجرا با دقت و به اندازه صورت میگیره. می می ره و می فا بم فا بم فا از فا می ره اینجا فا به سول اشاره داره بعدش فای بعدی هم به سول اشاره داره می بعدی یه اشاره به می کرون میکنه و بعد ره اشاره به دو میکنه. انگوش دوم میاریم رو فا میگیم فام بعد یک حالت کندن روی فا داریم و بعد میگیم فا می فا راست چپ راست بم اینجا تقسیم میکنیم سو فا می فا می فا چپ راست 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 می فا همراه با تکریز دیدیم که یک پیشواک هم یه حالت تیریمانه هم صدا میده از می به ما روی می کرون داریم میدیم می فا 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 با جواب همین جمله از فا فا می ره 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 د ره می باز جواب این جمله یه پله پایین تر می ره دو رم دو رم دو رم دو رم دو رم حالا یک تحلیل نشیب داریم به سمت پایین میایم فا می می ره ره دو دو ره مزرا در اینجا راست چپ راست 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 فقط یه دونه چپ روی میه اول داریم و بعد روی ره کمان اجرا میکنیم با یک مزرا میریم به دو و برمیگردیم به خودش چهار با این ره تکرار میشه فا بم دوباره پرسیم سول فا سول می فا اس فا می فا فا بم همین جمله تکرار میشه با کمی تفاوت سول می فا می فا می فا اس فا می فا فا بم تفاوتش در تعداد میفایی بود که در بار دوم استفاده شد در اولی یک بار و در دومی دو بار میفا میزنیم یک پله میاد عقب‌تر همین جمله با کمی تغییر فا میفا 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 از مضراب شلال برای اینجا استفاده میکنیم میفا راست چپ راست چپ فا می یه پله باز پایین تر میره دوره 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 دو بم راست چپ راست 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 دو بم میف میره دوره 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 دو دو رو میتونیم به می اشاره بدیم میره دوره دوره دوم دوره رو ره کمان داشتیم فا بم سی دو دوره دوره می فا فا سو
رو سر پشواک داریم به لابه مول. اینجا سی رو که اسم زرد میاریم روی دو میتونیم تکریز اجرا کنیم همراه با اشاره که شبیه به دو را به چپ میشه. و نهایتاً جمله پایانی، این یک گذر برشو بود که ما رو از منطقه لنگ اول به سمت سل میاره. و در نوا بسیار رایجه. بعد دوباره تقسیم می فاس می فاس می فاس می فاس می فاس می فاس فا فا و روی فا به این شکل کمانه رو به پایین میدیم.